4 سارق زورگیر در چنگال قانون. شاید سارقانی که دو هفته قبل با صورتی پنهان و با استفاده از قمه اقدام به زورگیری از فردی در یکی از خیابان‌های تهران کردند، فکر نمی‌کردند پلیس به این زودی‌ها آنها را شناسایی و روانه زندان کند. رفیقم زنگ زد به من گفت اشکی ببریم، پول لازم دارم. گفتم بریم. اش من زنگ زدم اینا بچه‌ها دو تا موتور شدن، من پشت موتور بودم، داداش من پشت موتور. رفتیم جلو، من با چاقو وایستادم که مردم حمله نکنن. دوستم جیبشو خالی کرد. تو این زورگیری چقدر به دست آوردی؟ 15,000 تومان. فکر می‌کنی که تو این مدت کوتاه دستگیر بشی؟ نه. علارغم اینکه بعد از اون اطلاع رسانی متهمین به هر حال در مخفیگاه ها رفته بودن یا حتی از تهران خارج شده بودن، ولی با پیگیری های ویژه و اقدامات پیچیده پلیسی که انجام شد توی این مدت به صورت شبانه روزی، همکاران ما تونستن که طی دو مرحله سارقین را در مخفیگاه هایی که داشتن شناسایی بکنن و دستگیر بکنن. به اتفاق پلیس آگاهی و همچنین 4 زورگیر اومدیم به صحنه جرم برای بازسازی صحنه. ما بودین تو اون صحنه درست؟ بله بله. چیکار کردن؟ ساعت چند بود؟ تقریباً زور ساعت 1:30 اینا بود. از بانک میومدی؟ بله دوستان بانک. چقدر پولم رد بود؟ مدارکم بیشترم بود. اعتقاد داریم که عزم قوه قضاییه در صورتی که روان سازی بشه و انشالله به سطح پایین هم بروز و ظهور پیدا بکنه، میتونه در کاهش شدید جرم و برخورد قاطعانه با اراذل و اوباش و سارقین خشن و افراد زورگیر مؤثر واقع بشه، به گونه ای که نگرانی های مردم کم بشه. همینجا هم ما عزم پلیس را چون دستگاه قضایی اعلام میکنیم و حتما برخورد های قاطع به هنگام و بسیار سخت با اراذل و اوباش و زورگیرها خواهد شد.